بر اساس گزارش اکونومیست، شواهد نشون میده کشورهای نفتی به شدت در تامین بودجه با مشکل مواجه شدن. در مقطع فعلی تنها کشور کوچک قطره که دخل و خرجش با قیمت فعلی نفت هماهنگ. سایر کشورهای نفتی نیازمند افزایش قیمت نفت به بشکه بالای 100 دلار هستند. این روند نشونگر آغاز جریان کاهش اهمیت سوخت‌های فسیلی در آینده جامعه بشری. در واقع به تدریج اهمیت سوخت‌های فسیلی کاهش پیدا کرده و این انرژی هسته‌ای که مورد توجه قرار می‌گیرد. فعلا 10% انرژی جهان از انرژی هسته‌ای تامین میشه، اما غالب کشورها در حال ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای هستند. همین رغبت زیاد کشورها به دسترسی به انرژی هسته‌ای جایگاه ویژه‌ای رو به بازیگرانی مثل روسیه بخشیده. روس‌ها هم طی چند سال اخیر بر انرژی هسته‌ای به عنوان ابزاری در پیشبرد سیاست خارجی خودشون متمرکز شدند. روسیه به عنوان یکی از دو قدرت برتر هسته‌ای جهان بیش از 300 مؤسسه فعال در زمینه انرژی هسته‌ای داره. این مؤسسات در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و تسلیحات اتمی مطالعات تحقیقاتی انجام میدن. مسکو در زمینه بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در زمینه دارویی، تولید برق و حتی ممانعت از تشعشعات در وضعیتی برتر از آمریکا قرار داره. حالا بسیاری از بازیگران در قاره‌های مختلف خواهان امضای قرارداد همکاری در زمینه هسته‌ای با روسیه هستند. مسکو در اوکراین، بلاروس و مجارستان نیروگاه هسته‌ای داره و اخیراً سوئد و نروژ هم خواستار همکاری‌های هسته‌ای شد. همچنین کشور ترکیه برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای با روسیه همکاری‌های تنگاتنگی را آغاز کرده. در قاره آسیا کشورهای چین، هند، ایران، بنگلادش و اخیراً عربستان و امارات هم با روسیه در زمینه هسته‌ای همکاری دارند. اما مهمتر از همه روس‌ها در قاره آفریقا هم با 7 کشور در زمینه انرژی هسته‌ای قرارداد همکاری امضا کردند. در این بین کشور مصر بزرگترین قرارداد ایجاد و توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای رو با مسکو امضا کرد. این روند نشون میده انرژی هسته‌ای به ابزاری برای بهبود جایگاه ابرقدرتی روسیه در سیاست بین‌الملل تبدیل شده. همچنین روس‌ها از این ابزار برای توسعه قدرت ژئوپلیتیک خودشون در سطح جهانی بهره می‌گیرند. در آینده هم مسکو میتونه از انرژی هسته‌ای به عنوان یک منبع درآمد اقتصادی بزرگ بهره بگیره.